خوشگله گل دادم. خانم گلم قشنگه را ببین. نه عزیزم نمیخوام. ببین گلم چقدر قشنگن. یکیشون به 100 تا دنیا میارزه. عزیزم خواهم از سر کار گل میخوام. چیکار کنم؟ خب ببر برای رئیست، یکیشم ببر برای همکارت. تو خدا خانم اصلا چشمت به گل بیفته خستگیت در میره. خانم بیا اصلا چون خوش اخلاقی دوتا میدم دو تومن خرجه. همون یه دونه بده. بیا این گل مال شما. من گدانیستا خانم معلم. معلم چیه؟ از کجا فهمیدی من معلمه؟ خب تابلوه دیگه. بیا عزیزم من این گل رو از شما خریدم میدم به خودت کار دارم. خب خودو بوده دیرم شد. باشه آقا یه فال بخر. یه فال آقا گل بدن. آقا یه فال بخر. خانم یه فال بخر. خانم یه فال بخر. ای چرا فالا رو ریختی؟ من نریختم که. اشکال نداره کمک کنم جمع. حالا فالی چند؟ اگه که دوه. خب دونه ای چند؟ چرا شما کمکم کردی؟ یه زیرش برای شما من چند؟ نه دیگه باید پولش رو بگیری که شگون داشته باشه به نیت روز اول کاری. نه نمیخواد مهمون من. این چه حرفیه؟ بگو دونه این چه حرفیه؟ سن تمام بده واسه دشتر بگو خانم. یه بگیم بقیه شم مال خود. آخه من خورد ندارم. اشکال ندارم فقط برام دعا کن کارم خود پیش بره. خب خدافظ. خدافظ. بله سلام عذر میخوام نتونستم خدمتون برسم. به پدر گفتم عذرخواهی بکنه از طرف من. به هر حال تبریک میگم بعد از 6 سال نتیجه درس خوندنتون رو گرفتیم. 8 سال چه زود گذشته. دوتایی؟ بله من کاملا متوجه منظورتون میشم ولی ترجیح میدم نه وقت شما گرفته بشه نه وقت من. بذارین حرفمو بهتون بزنم. شما بعد از 8 سال برگشتین ایران هنوز 24 ساعت نشده یهو متوجه احساسات عمیقتون به من شدین. خب عمو و زنمای من بسیار اشتباه کردن. من که سکوت من در مقابل شوخی‌هاشون هیچ چیزی جز رعایت ادب و احترام نبوده. فکر نمی‌کنم این موضوع منو به کسی بدهکار کرده باشه. آقای مهندس این ابراز احساسات عمیق شما یه جور توهین به شعور من. بله که میشناختین منتها که 8 سال پیش تغییر کرده. خیلی چیزا تغییر کرده به خصوص تو این 8 سال چون موثرترین 8 سال زندگی من بوده. من الان تو موقعیتی نیستم که در مورد این موضوع با شما صحبت کنم. دارم سوار مترو میشم. آخه این موقع هم همین که تا بسیار
بله بعد گوشم با شماست. کودکی و حرف دیگران خیلی ببخشیدا بچگان است. بله بسیار خوب، نگران نباشید، ایشالا پیدا میشه. ما حتما خبرتون ممنون از کمکتون. سلام جان، سلام شکیبا، وقت بخیر، سلامت باشید. صمدی هستم از مترو. خواهش میکنم، شما خوب هستید؟ سلامت باشید، ممنون. جان صاحب، میخواستم یه کیف قاپی رو گزارش کنم. بله بله، منم حدس میذارم کار خودشونه. همدست، البته اینا چند تا بچه هستن بیرون متروی تجریش بدون مجوز کاسبی میکنن. درست، بله. باشه چشم، حتما من برگر براتون فاکس میکنم. بله حتما. راستی جناب سروان، تعجب میکنید اگه براتون بگم که کیف کی رو زدن؟ دسته چنده؟ دو تومن. چه ارزو؟ همینو تو گل فروشی باید 10 تومن پول بدی. حالا تخفیفم میدی؟ باشه، 2 تا ببر 3 و 500. من میگم 3 تا بده 5 تومن، چطوره؟ ببینم، منو شناختی؟ شما هنرپیشه ای؟ آفرین،
هی ما میخوام یه فیلمی بسازیم، من دنبال چند تا بچه میگردم همسن و سال خودت، مثل خودت گل فروش و کارهای دیگه. سراغ داری به معرفی کنی؟ خودم که هستم، یه دوستم دارم دم در مترو فان میشه، فقط یه خورده از خودم کوچیک‌تر. خوب شد. ببین، ما برای اینکه تو فیلمون بازی کنی باید اجازه بزرگترت داشته باشیم. چیکار کنیم؟ داداشم هست، الان میاد. دوستت چی؟ باباش هست، فقط یه خورده آدمه. اشکال نداره، من اجازهشو میگیرم. اول گلای منو بده، این 5 تومنشو. آف. ما برای اینکه این فیلمو شروع کنیم یکم عجله داریم. ببینم تو میتونی آدرس دوست تو من بدی؟ باشه. دست درد. خب بگو من میدونم. دختر کوچولو. سلام خانم معلم، شما اید؟ بازم گل میخواید؟ ها همین دوتا مونده ها فقط. عزیزم نه، اون دوستت که پارتیتون کجا؟ شما هم با اون آقایی؟ کدوم آقا؟ واسین برداری میخواد؟ نه، ازش یه فال خریدم، خیلی خوب در اومد، میخوام همه فالاشو بخرم. بابا باش رفت خونه، عصر برمی. من نمیتونم تا عصری واسم، باید برم شهرستان کار دارم. آدرسشو بده برم همه فالاشو بخرم. اولا که من نمیدونم، دوباره که دوره، سه بامم که اصلا درست نیست، من آدرس دوستم بدم به شما. عزیزم خیلی کار خوبی میکنی، آدرس دوستتو به غریبه ها نمیدی. ولی من واقعا باشه چی کاری ندارم، فقط میخوام همه فالاشو بخرم. چیه؟ نکنه بهش حسودیت میشه؟ من؟ نه، اگه حسودی میشد که به اون آقای نمیگفتم خونشون کجاست؟ محبت کردی. به سلامت. خیلی ممنون. به سلامت. جلال! جلال! بله آقا، اومدم. امیر داشتیم. این طول سگا ندیدیم؟ آقا، امیر گربه؟ نه، ندیدیم. ای چی شد آقا؟ عالم و آدم خبر دادن، تو باز بیخبری، من که ندیدی پلیسا. پلیس؟ آقا، ندیدیم. حواست جمع باشه. اومد گوششو میگیری میاریش پیش من. چشم آقا. ببینیم با چه دست گلی به آب داده که پای پلیس اینجا باشد. چی شده؟ نمیدونم، باز چی کار کردی؟ من؟
کاری نکردم. اگر کاری نمی‌کردی که صدای حکما در نمی‌اومد. اونو ولش کن بابا. امروز چقدر کاسه می‌کردی؟ 25 تومن. این که کار آقا جلالتون رو هم می‌ندازه. بیا. یه فال بده. واسه مریض می‌خوام. 50 تومن. آهان. کار درست شد؟ یه پیش پرداخت گرفتم. آخه من خود نداره دیگه. بگیر خود من بده. بپری. الهام کجایی؟ بله اومدم. ای کری صدات میکنم. منم چه کار کردی؟ میکنم. هر روزم کمتر میشه. بیا اینو داشته باش. میری در خونه آقا یعقوب. میگی سفارشی با اون بده. گرفتی میذاری تو جیبت جلی برمیگردی. فهمیدی؟ تنها؟ نخه. فک فامیلم جمع کن با هم برو. ببین. تا من سفارشی آقا کمالو بگیرم برگشته باشی. بادو ببینم. بادو. شما آبرو و حیثیت برای من نذاشتیم. بختون چرا میزنی آقا کمال؟ از خدا بترس. برای چی باید بترسم؟ خدا سوسکم میکنه؟ آخه برای چی؟ خیر نمیبینی آقا کمالی بچه چه کار به تو داره؟ همین که گفتم اون دیگه حق نداره پاشه بذاره تو این گاراژ. همین مونده بود که پای پلیس اینجا باز بشه. آقا کمال چرا بهانه میاری؟ آقا کدوم پلیس؟ اگه پلیس بود میگفتی من خودم میومدم جوابش میدادم. تو خیلی راست میگی. جلو اون گوساله دوز بگیر که دیگه دست به دوزی نزنه. خیلی نمیبینه آقا کمال. خیلی نمیبینی که اینقدر ظلم میکنی. من ظلم کردم؟ من خیر نبینم؟ من ظلم میکنم. من ظلم میکنم. من ظلم میکنم. ظلم کردم ها. ظلم کردم به شما گدا گشنه ها پناه دادم. ظلم کردم اسمون گذاشتم رود که دیگه اسمی نیاد رود. آره راست میگی من ظلم کردم. ظلم کردم که نذاشتم بعد از گور به گور شدن اون شوهر معتادت آلاخون والاخون بچیند. آدمی که نیتش خیر باشه منت نمیذاره. آره خیر نبوده. خیر نبوده که خیر جلو رون در نیمده. اشکن دستت کمال که نمک نداره. همین امروز جلو پلاست جمع میکنی با اون پسر دوز میزنی به چاک. وگر نه اگه بگیرمش همینجور خودم آتیش میزنم. اون وقت که خریدارم بودی این طوله منم طفل معصوم یادته؟ گفتی بی کسی تون غمم شده. گفتی اون غم مردشی که بگی خواهرتم تا در یه مشرف مفتم بسته بشه. اما حالا چی؟ بابا ما یه سال محرم بودیم. من که نباس یه اون باج بدم. مرد مردونه بگو خرد از پل گذاشته. ما میریم گورمونو گم میکنیم. آره همینه. از کجا فهمیدی؟ من خرم از پل گذاشته. اصلا من از اول ندید بدید بودم. به خاطر بیکس کاریت هم نگرفتم. تو هم اصلا مزاحم من نبودی. نرگس خاتون بکن قال قضیه را. تمام قصه ما یه تیک کاغذه. من پارش میکنم. این سکت هم مثل سگ میدازم جلو. بذار برم. نامرد. پسر روانی چی کار میکنی؟ آتیشت میزنم. چی کار میکنی؟ دیوونه روانی. آتیشت میزنم. خدا بلش کن. بایسته ببینم. نکن بچه. اون دوستی این هم این کار. امی چی کار میکنی؟ بخصا دیگر. امی بده من اونو بس زمین. بذار اگه نفرسته به کانون مرد نیستم.
امین الان شده پلاسه شده میکنی با اون پسه یه دیمونه میزنی به چاک باید بری بیرون بایدون که بایدون ببینم چی کار میکنی به تو چه؟ شما چی کاره ای؟ یه غریبه اگه به موقع نرسیده بودم که کشته بودیش پس ما اینجا بیلیم آبجی آقا کمان آدم زن خودشو نمیزنه که هرکی هرکی شده خانم راهنمایی کن دوره دوره آخر زمونه آدم تو خونه خودش هم نیاد نداره من چی کار کنم آرمان سراست دیگه این میاه اون میده خوبی خانم چیزی نشد یلان بله آقا اومدم میبخش راضی به زحمتتون نیستم اختیار داری چه زحمتی خوش اومدی خدا رو شکر به موقع رسیدم وگرنه نه ظاهرش اینجوریه دل رحمه یعنی تا حالا از این کارا نکرده بودن؟ بگو مگو زیاد داریم ولی بیشتر مشکلش با پسرمه یه روز وزارت کار بهانه میکنه یه روز پلیس و خب شاید تا حدودی هم حق با ایشونه البته ببخشید من اینو میگم من روانشناس هستم واسه بدبختی و بیپناهی هم نسخه داری خوام دکتر بله خانم، چشم ممنون خسته نباشید سلام سلام لباسی بله، موبایل دارین؟ اسمتون؟ الهام پویا ای بابا میگیم خاموش کنید به دیگه ولی چی خاموش میشه؟ اینو بلدین خاموش کنید؟ بفرمی دست شما درد نکن خیلی ممنون ببخشید اسمتون؟ الهام پویا با کجا کار دارین؟ با جناب سرنگ پدرام رئیس کلانتری بله، کارت شناسایی داری؟ نه خیر، صبح کیفمو زدن بابا میگیم خاموش کنید بدید خب اینجا روشن میذارید ونگ ونگ میکنید ما هم انسانیم دیگه بفهم اون شما که اولش یه چیز دیگه گفتین بالاخره کیفتون رو زدن یا با جناب سرهنگ کار دارین؟ بالاخره میذاریم من برم تو یا نه خانم شما از اولش تکلیفت با خودتون معلوم نبود ضد نقیض صحبت میکنید بفرمایید سلام جناب سرهنگ صدفان یکم الهام پویا هستم از امروز در خدمت شما به به جناب سروان پویا خیلی خوش اومدین ما منتظر شما بودیم متشکرم بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم بابا باز چی با
کدوم میزنی آخه؟ کدوم دوزی؟ هر بدبخت خاک بر سری که یه بار افتاد زندان که نباید بگیرینش. کلی بازی در نیار. دی آخه داری زور میگی عزیز من. من وقتی از زندان آزاد شدم فقط دنبال یه لقمه نون حلالم. سوار ماشین دزدی با مال دزدی تو روز روشن گرفتنت. من از کجا میدونستم ماشین و بار و بندیلش دزدیه؟ یکی به ما گفت این سویچو بگیر این ماشین ببر فلان جا فلان قد پول بهت میدیم. منم کلا آدم دست به خیریم، گفتم یه گره کار خلق واکنم خدا به مال بده. تو که راست میگی بابا. معلومه راست میگم، من که دوزی. ایشون جناب سروان پویا، فارغ التحصیل دانشکده پلیس و فوق لیسانس روانشناسی هستن. از امروز قرار همکار شما باشن و مسئولیت واحد مشاوره و مددکاری رو به عهده بگیرن. خوش اومدید. متشکرم. ایشون هم جناب سروان شکیبا، معاون تجسس و یکی از بهترین ها در کار خودشون. امیدوارم همکار خوبی براتون باشن. انشالله. ایشون هم کیف قاب مترو امیر، معروف به امیر گربه. تو چند سالته پسر جون؟ 12 سال. خودشی جناب سروان؟ بله. برای تکمیل پرونده خواهش من تشریف بریم. حتما. کارت شناسایی، گواهی نامه، کارت خودپرداز، یه مقداری پول نقد هولوشی 300 هزار تومان و معرفی نامه به کلانتری. موبایلتون؟ خوشبختانه دستم بود. تو گزارش خوندم که قسمت مردونه سوار شده بودیم. بله، چون با تلفن صحبت میکردم حواسم پرت شده بوده. خیلی خوب، بفرمایید تشکیل پرونده بدید جناب سروان شکیبا همه اظهاراتتون رو ثبت کنه. اطاعت. بچه‌ها. جناب سرنگ، عذر میخوام، منم میتونم با این پسره یه صحبتی داشته باشم؟ البته، شما اصلا برای همین اینجا هستیم. متشکرم. بلند شما با اینجا جلو دستمال گرفتی؟ آقا کریمی، حالم بعد فشارم افتاده، گیر نده. کار دارم آخه اینجا. آقا من کارم نیه، من خودم هم کارم. بهت گفتم یه آب قند بده، اینم کاره دیگه. میگم فشارم افتاده، حتی باید بمیرم. آی آکریمی، اگه که آب قند هم آرز بشه بگه، این آب، اینم قند. دست درد نکنه. برخور کنم بلند شو از اینجا. باشه باشه، بذار یه ذره حالم خوب شه، یه ذره نمک بده بذارم زیر زبونم. صندلی تو بذارم اون بر اون بر بشین. وای تو بدونی من چی کار کردم، کاش 400 ساعت پست میدادم وسط کبیر، اینجوری این 4 ساعت پست نمیدادم. خدمت همینه دیگه. بلند شو. همینه بابا، بیا بشو بشو اون بر. آقا کریم میگم حالم بده. آقا کریمی، آقا کریمی، آقا کریمی، واسه الله صندلی تو میذارم اینجا واسه. آقا کریمی واش بیا بشین اینجا. وای 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 آقا کریمی،
ها کریمی خیلی عالم بده ها کریمی ضعف کردم اصلا اوف وای 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 بوی خودم رو کندم آبرو ریزی شد اصلا و من همیشه این همه به همه احترام میذارم تو را بی احترام میکرم باشه چرا انقدر نق میزنم اگه چی شده خجالت بکش باشه بابا جمع جوی کن بیسکویت و آفقند و فلان و نمک و نمم بابا چرا بیسکویت و بعدشی برای بالا بود ای بابا الان وقت گیر دادن نیستش بخشش مطمئنی منو گفتن؟ آقا جون قدرت الله میرزایی سرباز در اختیار وارد مشاوره بالا نشو گت کن بودو باشو وای وای آقا باشو وای وای چی شدیم آبرو حیثیتمون رد بابا یه دقیقه بذار به درد خودم بمیرم دیگه بابا نشو بابا یه تکون خودت اینطوری میخوای بری بشه جناب سرباز آخرت بشه دست گوشی هم بودی سی ما اضافه میکنی ببین الو قبلا گوش کردم دفعه بذار گوش کنم برو بیرون گوشی یه لحظه ببخش ببین برو بیرون ببین دو ساعت پست دارم شب برو بیرون من فقط گوش ندی گفتم ها گوش بفرمایید آقا بفرمایید الو ببخشید معذرت نه یه خورده بله نه فقط نگرانتون نکنم آقا یه خورده حالا برو بذار به کارمون برسی از کار انداختم امروز چشم مهندس چشم بله ببرش بفرما خوش اومد خسته نباشی متشکرم یه فرم اظهارات شاکی بدین جناب سروان بله خب این یعنی شکایت شما مگه توی مترو این فرمو پر نکردین چرا اما الان برام مهمتر دونستن انگیزه شه میفهمم ولی برای گرفتن المثنای کارتاتون لازم این مراحل شما تو اظهاراتتون به یه همدست اشاره کردین دختر فال فروشه مطمئن نیستم همدست باشه شاید همسایه‌شه مجبورم بیارمش شاید موقر اومد مادرش میدونه اینجاست؟ من مادرش نایدم با یه آقایی به نام کمال جهانگیری صحبت کردم که ظاهراً سرپرستش بله یه مرد زنازار که اگه من دیر رسیده بودم معلوم نبود چی کار میکنه با اون زن بدبخت شما رفتیم گاراژ؟ بله من هم دیر رسیدم کلانتری اونجور جاها زیاد مناسب شما نیست فعال منم دارم تو همین جامعه زندگی میکنم چی بگم؟ پس خبر دادم به خانوادش با شما با من؟ بله ببخشید جناب سروان مهمون داشتید راهنمایی کردم اتاقتون. بفهمی. ببخشید. سلام بابا. خوش اومدید.